برنامه هدلاین امشب تلاشایی که از سوی شرق و غرب برای زیر سوال بردن تمامیت ارضی ایران داره صورت میگیره. در تازه ترین اقدام روسیه باز هم مالکیت ایران بر جزایر ایرانی سگانه خلیج فارس رو زیر سوال برده. حدود 5 ماه پس از اینکه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد با احضار سفیر روسیه به تهران به بیانیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه اعتراض کرده بود، مسکو بار دیگر در همراهی با کشورهای عربی مالکیت ایران بر جزایر سگانه را زیر سوال برد و خواستار تصمیم گیری در این موضوع در دیوان دادگستری بین المللی شد. وزیران خارجه کشورهای عربی و روسیه که روز چهارشنبه 29 آذر ماه در نشست همکاری روسیه و اعراب شرکت کرده بودند، در بیانیه پایانی این نشست سطح استثنایی روابط اعراب و روسیه را ستودند و بر ارتقای همکاری ها تاکید کردند. این بیانیه حاوی مواد متعددی است که استفاده از راه حل‌ها و ابتکارات صلح‌آمیز برای حل مناقشه مالکیت جزایر سگانه نیز از جمله آنها است و در آن با استناد به این بیانیه پایانی نشست ژوئیه اعلام شده که از مطرح شدن این موضوع در دیوان دادگستری بین‌المللی بر اساس منشور سازمان ملل متحد حمایت می‌کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه روز دوشنبه 10 ژوئیه 19 تیر ماه در بیانیه پایانی نشست مسکو از راه حل این مسالمت‌آمیز در مورد جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ، ابو موسا حمایت کردند و خواستار حل این موضوع از طریق مذاکره دو جانبه با دیوان دادگستری بین المللی شدند. چیزی که بسیار در این ماجرا وقیحانه هستش این هستش که اتحادیه عرب شورای همکاری خلیج که اسم واقعیشون شورای همکاری خلیجه نه خلیج فارس، این رسانه های فارسی هستن که دارن این رو ماله میکشن و میگن خلیج فارس، اینها در جریان جنگ غزه خیلی راحت دارن از اسرائیل حمایت میکنن، عمدتاً اردن به ویژه و عربستان سعودی که خواستار اثرگیری مذاکرات طرح کمربند اقتصادی هند هستش با اسرائیل، و وسط این هاگیر و واگیر نقطه تمرکزشون این سه تا جزیره یکی از بدو تاریخ تا به امروز متعلق به ایران بوده، در صورتی که کشورهایی که مدعی این جزایر هستن اصلا قدمتشون به قدمت خود در واقع اسناد و مدارک و پیشینه تاریخی که ایران نسبت به این جزایر داره نمیرسه، در حالی که افرادی رو من دیدم در اپوزیسیون که نسبت به و همچنین در داخل کشور که نسبت به این اقدام به معنای واقعی خنجر از پشت مسکو به تهران در این بیانیه اعتراض کردن، من هر چقدر اینترنت رو زیر و رو کردم هیچ بیانیه رسمی از سوی هیچ سازمانی در این رابطه ندیدم جز بیانیه‌ای که از سوی جبهه فراگیر ملی ایران صادر شده. در این بیانیه آمده بار دیگر و همچون ادوار تاریخی 300 سال گذشته شاهد همدستی دولت روسیه با کشورهای دیگر علیه تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور کهنسال ایران بودیم که متاسفانه عدم واکنش قاطع و برخورد ضعیف رژیم اشغالگر نامشروع و ناکارآمد جمهوری اسلامی و دستگاه سیاست خارجی آن به تعرضات کلامی علیه تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور کهنسال ایران باعث جریتر شدن دشمنان ایران شده. در فقدان سازوکار حاکمیت ملی مشروع و مقتدر این وظیفه خلل ناپذیر میهن پرستان ایرانی است که نگهبان یکپارچگی سرزمین ایران عزیز و کهن باشند. جبهه فراگیر ملی ایران به شدیدترین لحن ممکن تعرض کلامی فدراسیون روسیه و دولت‌های حاشیه جنوبی شاخاب همیشه پارس در مورد جزیره‌های ایرانی تنب بزرگ، کوچک و ابو موسا را محکوم می کند و اعلام می کند این جزیره ها همیشه و به گواهی اسناد تاریخی بخشی از سرزمین ایران بوده و خواهد بود و در سال 1971 به همه ادعاهای دروغین پایان داده شد.
بیانیه‌های دولت مستقر در مسکو که احترامی برای مرزهای شناخته شده رسمی بین کشورها و قوانین حقوق بشر قائل نیست، ناقض اصل حاکمیت ملی ایرانیان بر سرزمین اجدادی خیش می باشد. به حاکمان روسیه و شیخ نشین‌های حاشیه جنوبی دریای پارس یادآور می شویم که بعد از گذر از حاکمیت نامشروع جمهوری اسلامی و بازگشت دوباره ایران به عنوان یک دولت ملت نیرومند به عرصه جهانی، رفتار و کردار امروز این کشورها اساس و مبنای رابطه ما با آنها را شکل خواهد داد. جبهه فراگیر ملی ایران. من تماس گرفتم با این جبهه و فردی که این بیانیه رو در واقع تدوین کرده، یکی از اعضای دفتر سیاسی جبهه فراگیر ملی ایران، آقای امیر فریدونی هستش. ازش پرسیدم که چرا و با چه انگیزه این بیانیه رو صادر کردن. در فقدان یک حاکمیت مشروع و کارآمد و یک دستگاه سیاست خارجی مستقل که حافظ منافع ملی ایرانیان در سطح جهانی باشه، این وظیفه ملی گرایان ایرانیه که حساسیت لازم رو در مورد تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی ایران نشان بدند. جبهه فراگیر ملی ایران به عنوان یک تشکل به شدت ملی گرا و وطن پرست، صیانت از تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی ایران رو به عنوان یکی از اصول خیلی ناپذیر این جبهه در نظر گرفته و بعد از این هم در نظر خواهد گرفت. امیدوارم که سازمان‌ها و تشکل‌های ملی دیگر هم در این زمینه سریعاً اقدام بکنند و بیانیه‌ها را به زبان‌های رایج دنیا، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی منتشر بکنند که به گوش اونهایی که صداهای خامی در سرشون هست برسه. ولی آیا این به تعبیری میتونم بگم که دخالت ها یا امیال مسکو در طی دهه ها و شاید یکی دو سده اخیر برای تضییع سرزمینی، تضییع حق سرزمینی ایران، یک مسئله کاملا مستقر بر شرق هستش؟ یعنی چون که من میبینم در بسیاری از فلواقع گفتگوها، در بسیاری از رویکردها در اپوزیسیون که گویی تمام این دنبل و دستک تجزیه طلبی ناشی از اراده مسکو هستش، قبلش اراده اتحاد جماهیر شوروی بوده و غرب در واقع هرگز و هیچگاه در صدد تضییع حقوق سرزمینی ایران نبوده. این سوال رو من از آقای دکتر محمد سهیمی استاد دانشگاه پرسیدم که پاسخ ایشون رو با هم می‌بینیم. یک هفته یا ده روز بعد از حمله تروریستی القاعده به آمریکا، آقای وسلی کلارک ژنرال آمریکایی فاش کرد که دولت جورج دبلیو بوش در نظر داره که به هفت کشور اسلامی هم بکنه، که یکی از اون هفت کشور ایران بود. ایران بود، عراق بود، لبنان بود، لیبی بود، سودان بود، سومالی بود و یمن. و از اون هفت کشور حتی که می‌گیم در طول این سال‌ها در حقیقت به شش کشورش حمله شده. اینو مرور کنیم، همه اون برنامه انجام شد. خب، بنابراین خطر جنگ وجود داشت. یعنی این نه تنها فقط عملیات تروریستی در به اصطلاح انزوا نبود، بلکه بخشی از یک برنامه بزرگتر بود. و این خطر جنگ بود. خطر جنگ وقتی وجود داره، خب همه چی تحت شعاع اون قرار. من بارها گفتم من مخالف کامل و 100% جمهوری اسلامی هستم، ولی برای من امنیت ملی، حفظ امنیت ملی و یک پارتگی کشور مهمترین مسائل هستن. چون اول شما باید ایران رو حفظ کنید تا وقت بتونید با حکومت دموکراتیک در ایران صحبت کنید. وقتی که ایرانی وجود داره، یا ایران تیکه تیکه شده بشه، یا درگیر جنگ داخلی شده بوده، یا درگیر جنگ با خارجی شده بوده، دیگه راجع به این موضوع صحبت کردن بسیار بی‌معنی خواهد. خب البته منادیان خیرخواهی غرب نسبت به ایران مدعی‌اند که بسیاری از این سازمان‌ها مثل
برفرض پکاکا یا جیش العدل، اینها به طور رسمی در فهرست سازمان های تروریستی قدرت های اعظم غربی هستند. در آمریکا، در انگلستان، اینها سازمان های تروریستی محسوب میشن. از آقای دکتر سعیمی پرسیدم، خب این امر که این احزاب در فهرست های تروریستی هستند، آیا خود این نشانه حسنیت این کشورها نیست؟ این که مثلا به عنوان مثال گروه جند الله یا گروه جیش العدل رسما در گروه تروریستی قرار میگیرد یه موضوعه، این که ارتباطات مخفی با این گروه ها وجود داره که موضوع دیگه است. به عنوان مثال سازمان مجاهدین تا سال 2012 در لیست سازمان های تروریستی وزارت خارجه آمریکا بود، ولی در سال 2008 یعنی 4 سال قبل از که این سازمان از لیست تروریستی بیرون، آقای سیمور هر روزنامه‌نگار شهیر آمریکایی و با اعتبار آمریکایی 2 مقاله مفصل در مورد رابطه CIA با مجاهدین منتشر کرد که حتی در یکی از اونها گفت که برخی از نیروهای اسرائیل رو به صحرای نوادا آوردن و در اونجا تعلیم نظامی میدن برای عملیات آینده. بنابراین این که یک سازمان به طور رسمی در لیست سازمان تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار بگیره به خودی خود دلیل بر اینه که هیچ گونه رابطه‌ای بین این کشور و مثلا بین این گروه ها و سازمان سیای و سازمان های دیگه اطلاعاتی آمریکا وجود نداشته باشه. این کاری بود که آقای دیک چینی در سال 2007 وقتی رفت پاکستان انجام داد. وقتی رفت پاکستان یکی از مهمترین موضوعی که در اون زمان مورد بحث آقای دیک چینی و رهبران پاکستان قرار گرفت همین موضوع جندلا بود. بعد اون آقای چینی در مصاحبه ای که انجام داد بعد از سفرش از گروه جندلا به عنوان چریک های مخالف ایران رو بود. خب چریک های مخالف ایران یعنی که اینا در واقع یک عملیات مکتوب دارن انجام میدن، در حالی که اینا تروریست بودن و عملیات تروریستی انجام میدن و قربانیانش هم همین یا مردم عادی بود یا مرزبان ها و سربازان وظیفه بودن که در مرزها بودن. بله متاسفانه بحث تروریست خوب و تروریست بد اون ذهنیتیه که در بین بسیاری از دولت مردان غربی وجود داره. ما هیچ وقت نقل قول آقای رامسفلد رو یادمون نمیره که بعد از ملاقاتش با صدام حسین گفته بود که حالا واژه بسیار بیادبی رو استفاده کرده بود به این معنا که آدم مادر به خطاییه ولی آدم مادر به خطای ماست، یا وقتی که جدای طلبان وحشتناک سلفی وهابی سربرنده چچنی در مقابل دولت مرکزی روسیه حالا شورش کرده بودن و گروگانگیری میکردن و امثال هم، تمام دستگاه تبلیغاتی غرب نسبت به اونها بسیار سمپاتی داشتن و با مهر و با محبت ازشون نام میبردن، حتی در بخبوهه عملیاتهای در واقع گروگانگیری و قتل غیر نظامیان. ولی خیلی در محافل مختلف در تحلیلگران بحث میکنن که بسیاری از این سازمان ها از ظرفیت های بالای لابیگری برخوردارن، به ویژه اینجا در واشنگتن. از آقای دکتر سعیمی پرسیدم که آیا این واقعیت داره، آیا این سازمان ها اینجا واجد و مجهز به لابی هستند؟ در مورد مثلا گروه های کردها ما میدونیم که مثلا فرض کنید گروه کومله به رهبری آقای عبدالمهتدی در واشنگتن لابیست واسه خودش استخدام کرده که اینجور ما در ارتباط با آمریکایی‌ها هم حزب دموکرات کردستان هم همتونه این را در یه مقاله بسیار مفصل انگلیسی بوده 5 سال پیش منتشر کردم تمام ارتباطشون رو گفتم. بعد در این حال مصطفی عایدی که به اصطلاح رهبر حزب دموکرات کردستان ایرانه بارها و بارها از اسرائیل و عربستان تقاضای کمک کرده، هجری به عربستان رفته، هجری روابط نزدیکی با اسرائیل داره. بنابراین اگه شما به این مجموعه به صورت یک مجموعه پیوسته نگاه کنید متوجه میشید که اینها به صلاح آبشخورشون از کجاست. البته اینا هیچ موقع نمیاد بگن به طور رسمی که بله ما اینا رابطه داریم، ولی این روابط شناخته شده است اینجا و اونجا. اگه شما این را بغل هم بذارید یک داستان خیلی منسجمی از توش در میاد. این که آیا آمریکا در حال حاضر به این گروه ها کمک میکنه
موضوعی نیست که همگلا میتونه به طور قطعی در موردش نظر داد، ولی آنچه که مسلمه نظام سیاسی امنیتی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی همیشه به دنبال به اصطلاح بی‌ثبات کردن ایران بوده و این بی‌ثباتی رو در جاهایی سعی میکنه انجام بده، در مرزهای ایران هستن که اقلیت‌های قومی زندگی میکنن. بنابراین این خیلی به اصطلاح این خیلی واضحه که اگه بخوان این کار رو بکنن در کجا ممکنن انجام بدن. همون مقاله آقای سیمهرش در اون زمان میگفتش که سازمان سیا مقدار زیادی اسلحه به گروه پژاک داده. گروه پژاک هم تو که میدونید شاخه ایرانی پیکه ترکیه است. پژاک در اون موقع در لیست سازمانه تروریستی آمریکا بود، ولی بعد ولی به طبق گزارش آقای سیمهرش سیایی به اینا اسلحه میدون. بنابراین این که اینا در لیست سازمان تروریستی قرار بگیرن به خودی خود هیچ معنی نمیده، این جنبه سیاسی داره و این در پنهان خیلی از این روابط وجود داشته و وجود هم خواهد. پوزش میخوام مایک من بسته بود. عرض کردم اینجا سوالی که پیش میاد اینه که احساب اکثر این احسابی که آقای دکتر سهیمی بهشون اشاره میکنن احسابی هستن که حداقل در ظاهر مورد حمایت چرایی هستن که اصلاحاً در اردوگاه چپ سپهر سیاسی ایران قرار میگیرن، از خانم به قول معروف شادی مثلا امین گرفته تا خانم شیرین عبادی تا آقای علی افشاری که اخیراً با آقای نمیدونم هجری بود یا با آقای عزیزی بود کنفرانس گذاشته بودن، تا در واقع حتی تقی رحمانی که یک عنوان ملی رو هم به عنوان ملی مذهبی یدک میکشه، همین چند روز پیش در مراسم نوبل آقای مهتدی رو در آغوش کشید و همه اینها قاعدتا متعلق به چپ ها هستن. آیا میتونیم بگیم که خب جناح راست اپوزیسیون به ویژه مثلا اپوزیسیون مشروطه خواه اینها نسبت به این حساسیت ها شاید بگم آگاهی بیشتری دارن، خط قرمز های بیشتری دارن؟ این سال نهایی بود که از آقای دکتر سلیمی پرسیدم. سلطنت طلب ها یا هر طرفداراشون به نظر میاد که با گروه های تجزیه طلب مخالف، اینو شما در نوشته هاتون در رسانه های اجتماعی و اینو میتونیم ببینید. ولی همین حقیقت که رضا پهلوی در کنار عبدالله مهتدی در اون ائتلاف 8 نفره نشست خودش گویای یه سری از مطالب. البته اینطور گفته میشه که بعد از یه مدت که آقای رضا پهلوی بیانیه داد که من دیگه با این گروه نیستم تحت فشار طرفداراش بوده، ولی خب همین رضا پهلوی با همسرش به اسرائیل رفت و همینان کاملا از اسرائیل حمایت میکنه. سیاست اسرائیل در مورد ایران هم ما میدونیم که سیاست اسرائیل در مورد ایران همیشه بی‌ثبات کردن ایران و اگر بتونن در نهایت تجزیه ایران. وقتی ایرانی ها راجع به تجزیه خاورمیانه یا تجزیه ایران صحبت میکنن اغلب به آقای برنارد لوئیس مراجعه میکنن و میگن برنارد لوئیس از سال 1979 بعد از انقلاب ایران چنین، ولی در حقیقت چیزی که در میان ایرانی ها شناخته شده نیست طرح آقای اوبد یمنون که اسرائیل دقیقا بر طبق اون عمل کرده و میکنه. آقای اوبد یمنون مشاور نزدیک اریل شارون بود و روزنامه‌نگار جروزالم پست. ایشون در 1982 یک مقاله ای داد، در اون مقاله شرح داد که چرا اسرائیل باید کل خاورمیانه رو تجزیه کنه. به عنوان مثال ایشون میخواست مصر رو تجزیه کنه، صحرای سینا رو دوباره تحت کنترل اسرائیل در بیاره و از درون مصر یک کشور مسیحی، چون ما میدونیم یک اقلیت مسیحی در مصر وجوده، یک کشور مسیحی هم در بیاره که متحد اسرائیل بود. یه نور میگفتید که ما باید جنوب لبنان رو تا رودخانه لیتانی و جنوب لبنان تصرف کنیم که بتونیم از آبش استفاده کنیم، بقیهش هم واگذار کنیم به مسیحی های فلان. یه نور میگفته که ما باید فلسطینی هایی که در کنارهای باختری رود اردن قرار دادن رو فشار بیاریم که به اردن برن
نظام پادشاهی اردن رو سرنگون کنیم و اینا برن اونجا، و یه نوع میگفتش که ما در نهایت باید عراق رو تجزیه کنیم به سه کشور، کرد، سنی و شیعه، چون اینا همه برای اسرائیل. بعد شما سیاست اسرائیل در عرض این 40 سالی که از نشر مقاله آقای ینون میگذره مطالعه کنید، که دقیقا همون سیاست ها رو دنبال کردن، در بعضی جاها تونستن موفق بشن، در بعضی جاها نتونستن. به عنوان مثال اینا جنوب لبنان رو برای 18 سال اشغال کرده بودن، ولی در نهایت مجبور شدن برن بیرون. بنابراین کسایی که گروه های سیاسی که خودشون رو با اسرائیل هماهنگ میکنن و با از اسرائیل حمایت میکنن، حتی اگر به طور مستقیم با گروه های مثل گروه های کرد یا گروه های بلوچی ارتباط مستقیم نداشته باشن، در حقیقت به طور غیر مستقیم دارن از اون سیاست ها حمایت میکنن، چون شما نمیتونید خودتون رو متحد اسرائیل بدونید ولی در عین حال از سیاست های اسرائیل در مورد ایران بگید من مبرم هستم، پس اتحاد با اسرائیل برای چه موضوعیه، برای همین موضوع هست دیگه. بنابراین این موضوع رو باید در نظر بگیم. در این حال ببینید، این کسی که شما به عنوان چپ اسم بردید لزوما هم چپ نیستن، مثلا علی اختیاری چپ نیست، البته در به اصطلاح طیف سیاسی ایران که سلطنت طلبای راستگرای افراطی قرار دارن، اختیاری میتونه در طرف چپ قرار بگیره. ولی اگه شما به سابقه علی اختیاری نگاه کنید، علی اختیاری از موقع وارد آمریکا شد نزدیک به سیاست‌های جورج دبلیو بوش بود، هماهنگ می‌کرد، همون یکی میگفتش که ما باید با سیاست جورج دبلیو در مورد ایران هماهنگ بشیم. ایشون چندین مقاله در دفاع از حمله به لیبی نوشت، ایشون چندین مقاله برای حمله به سوریه نوشت، ایشون از تحریم‌ها به عنوان جراحی سرطان حمایت کرد. همه اینا هست، همه اینا هم در یه مقاله مفصل من موازه ایشون رو مرور کردم و منتشرش هم کردم. بنابراین اینها همه در همون پارت قرار میگیرن. در مورد آقای رحمانی، من آقای رحمانی احترام میذارم و ایشونی که از ملی مذهبی هایی بود که از ایران خارج شده و به نظر من هنوز سالم مونده، ولی من به استقبال ایشون از آقای مهتدی، عبدالله مهتدی در اون مراسم جایزه نوبل انتقاد دارم. آقای رحمانی میتونست از شرکت مهتدی در اون به اصطلاح مراسم جلوگیری کنه، فقط هم مهتدی نبود، نمایندگان گروه تروریستی الاهواز هم اونجا بودن و جالبه که در مراسم جایزه صلح نوبل کسانی میان شرکت میکنن که خودشون سابقه عملیات تروریستی و جنگی دارن، مثلا دو گروه مخالف کمله با همدیگه جنگیدن و 300 نفر از همدیگه رو کشتن. چطور شما میتونید این رو به عنوان کسی از کسی دعوت کنید که رهبر یکی از این گروه هاست و ظاهرا خودش رو مدافع حقوق بشر میدونه؟ یا گروه تروریستی الاهواز در خوزستان تنظیم عملیات تروریستی انجام داده، همه ما این رو میدونیم. چطور نمایندگان اینا میان در مراسم جایزه صلح نوبل شرکت؟ به هر حال این انتقاد ها هست. اینی که ما اینا رو همه رو باید در یک ایران نمایندگان هم جدا کنیم، اینا همه به هم دیگه پیوسته و با هم دیگه ارتباط دارن. بله، با این اوصاف می‌بینیم که متأسفانه کشور ما در جهان واجد یک متحد همسو با منافع ملی کشور نیست. و اما امید ایرانیان به خود جوانان و مردم غیور و شریف کشور هستش. دیروز به مناسبت شب یلدا، شب چله، ویدیوهای مختلفی از سطح نقاط مختلف کشور منتشر شد. برخی از این ویدیوها رو به دلیل مشکلات کاپیرایتی ما نتونستیم پخش بکنیم، ولی یک کاری رو بچه های خوزستان در این پایگاه خبریشون روی شبکه اکس منتشر کردن که این رو به عنوان حسن ختام این برنامه پخش میکنیم. امیدوارم همه ما نسبت به توطئه هایی که پیرامون این مملکت وجود داره همیشه هوشیار باشیم. با این موزیک ویدیو برنامه رو به پایان میبرم. تا فردا که بار دیگر در خدمت شما باشم، بدرود و پاینده ایران.